یک نفر تکس کرده میگه که بپرسید که ایشون چرا صدای آمریکا نیستن. والا صدای آمریکا داشتم کار میکردم، البته منم رزومه‌ام فرستادم و قبولم شدم، رفتم اونجا و برنامه تلویزیونی اصلا من شروع میکردم. ولی یه سردبیری یه دفعه اومد، این سردبیر اسمش نمیارم البته، و ایشون که فارسیش ضعیف بود، کم فارسی حرف میزد؟ نه خیر، ایرانی. اوکی فهمیدم. پدر ایشون شیخی بودن که رئیس آرشیو آقای خامنه‌ای. خب منم در ایران خبر شاه مملکت رو تهیه میکردم. به بحثی که اومدم به من گفتن شما باید قسمت تحقیقاتی کار کنید. گفتم قسمت تحقیقاتی کجاست؟ بعد شروع کردن یواش یواش خبرهای من رو نذاشتن بخونن و صدای منم از اون برنامه فیلم های مستندی که تهیه میکردیم اینا یکی یکی صدای من رو حذف کرد. تا اینکه یک روزی من آورد با خانم امی کتس، و خانم امی کتس که از سردبیرهای امریکایی بود، گفت مثل آزاری، گفتم یس، گفت we are very sorry we can no longer be with you after March 1st because of our tight budget. بودجهشون کم به علت کم بود بودجه. من پیش خودم گفتم خب من اگه برم بودجه امریکا تضمین میشه. بعد گفتم خیلی خب. بعد بچه های صدای امریکا اومدن، رفتم کامیون گرفتم برگردم، بچه های صدای امریکا خودشون اومدن رفتن تو بار تهیه کردن، فرستادن برای دنستین. دنستین رئیس کل صدای امریکا بود و میدونی صدای امریکا 11,000 نفر کارمند داره، مهمترینش هم ایرانیه. و به من گفتن صبر کن. و یکی از این کسانی که امضا کرده بود تو ما رو آقای دکتر بیپروا بود، ابراهیم بیپروا، استاد دانشگاه مریلند هم هست. اینو میخواد میگه تومار چیه، چون همه کسانی که بیرون کرده بودن رفته بودن، رفتن دیگه. این چیه تومار چیه؟ میگه شما توانایی اینو میدونین، قابلیت اینو میدونین، خلاصه میگه. بعد میگه چیکار میکرده و چه کرده و این حرفا. بعد میگه پس به من وقت بدین. اومد به من برگشت گفت ببین آمریکایی وقتی میگم به من وقت بده یعنی واقعا وقت میخوان. پزشک آمریکایی به مریضش میگه تو سرطان داری 6 ماه دیگه میمیری، ملاحظه هم نداره، مثل ما ایرانی نیست. حالا یه سیب بندازی بالا چند دفعه چرخ میخوره و صبر کن. پس بعدا شما گفتش که حاضره که برای که سردبیری که این کارو برای من به اجرا گذاشته بود به صورت کنف نشه، گفت حاضر حقوقشو کم بکنیم، نصف بکنیم بره رادیو. من بچه ها گفتم باش قبول کن. من رفتم رادیو. رادیو ساعت 2:30 شب 1 ساعت برنامه داشت که من وقتی برنامه شروع میکنم خبر 11 دقیقه است، بعد میرسم به نیمه برنامه میشه 6 دقیقه، آخر برنامه 3 دقیقه. تون تون اینا رو باید درست کنم. بعد پیش خودم گفتم 2:30 شب بیام بابا همه میچیدی. گفتم نه، بعد داشتم یک استعفانامه مفصل نوشتم که در صدای امریکا چی میگذره، ایمیل کردم اومدم بیرون. حالا علتش این بود و اصلا به شما بگم بسید من تیر خلاص رو بزنم. درست داری میگی، برای که اولا یک سلسله سانسورهای پیش اومد. من که کنار شما نشستم با این بینندگان صحبت میکنیم، من تلفن کردم به والدزاد شاپور غلام رضا پهلوی به مناسبت انتشار کتابی تحت عنوان با پدرم رضا شاه و با برادرم محمد رضا شاه. استودیو همه چی آماده کردم، اومدم مصاحبه کنم. خانم امی کس اومد برگشت کردش که نخیر، خانم جو وگنر یکی دیگه هست، گفت نو شاز برادر انترویو نو. گفتم نخیر. اومدم برم به مثلا روز پرید نوروزی ایرانی ها رژه معروف که پرچم سرنگ شیر خوشی نشان را به احتضار در میارم، پلیس هم همکاری میکنه. گفتم یه فیلم مردا بدیم من برم بچه گزارش تهیه کنم. گفتم دوربین نداریم. آخه بابا ما که دیگه بعد از 50 سال کار کردن و تمام این چیزا رو کردیم و بعد سانسور رو عرض کنم اینا هم یکی که اومد تا رسید به تصفیه صدا امریکا. خب همه رفتن دیگه. مثلا آخه فرهودی که میژن فرهودی که رئیس نمایندگی صدای امریکا رو در لندن داشت 12 نفرم عضو شده، میخوانش میگن تو بازنشسته برو. یا دکتر محمودی، خب یکی از مدیران لایق ما بود، دکتر محمودی بازنشسته شد رفت. انوشیروان کنگرلو همینطور بازنشسته شد رفت. همه رو یکی یکی بحالو بحالو همینطور بحالو اصلا رئیس صدای امریکا بود اول. خب این به جایی که صدای امریکا بیاد
اینا رو جمع بکنه و از وجودش استفاده کنه، همه رو فرستاد یه عده افراد ناشی رو آورد سر کار. حالا من که شما اگه اون پشت پرده خبر دارید ببینیم لیست پاکسازی دارن یا ندارن. نه به شما بگم، اینجا کالیفرنیا برای صدای امریکا اصلا مردوده. آها. اصلا قلقن با کسانی که در صدا در کالیفرنیا زندگی میکنن با اینا مصاحبه نشه. یه به محض اینکه چنین حرفی رو بزنیم او اونا سلطنت طلب رو نمیدونم یه حرفا، یک دفعه همه رو میشورن میگم برای سلطنت طلب. اصلا ما مدتی هیچ کس ما هم گفته بودا کرد.